جهان ما مدام در حال گسترش است، پس تمام کهکشان‌ها با سرعتی بالا از هم فاصله می‌گیرند. این چیزی است که سالها پیش ادوین هابل، اخترشناس مشهور آمریکایی، متوجهش شد. هابل با عکس برداری از اعماق کیهان نخستین کسی بود که توده‌های مه‌آلود در عکس‌ها را به کهکشان‌های دوردست نسبت داد که در فاصله زیادی از زمین قرار گرفتند. همچنین هابل نشان داد که انتقال به سرخ کهکشان‌های دوردست همراه با فاصله آنها از ما به طور ثابتی در حال افزایش است. این درست همان چیزی بود که آلبرت اینشتین در نسبیت عام برای جهان در حال گسترش پیش بینی می کرد. گسترشی که احتمالاً پس از انفجار عظیم بیگ بنگ شروع شده و همچنان ادامه دارد. شاید در نگاه اول همه چیز یکسان و بدون تغییر به نظر برسد، ولی تمام آن چیزی که در اعماق کیهان وجود دارد همگی با سرعت سرسام‌آوری به نام ثابت هابل در حال دور شدن از همدیگر هستند. اما نرخ این سرعت هنوز بدون پاسخ مانده و دانشمندان همچنان مشغول مطالعه هستند. یکی از مهمترین روش‌ها برای مطالعه و اندازه‌گیری فاصله کهکشان‌های دور، ابزار استاندارد طلایی است که توسط متغیرهای قیفاووسی به دست می‌آیند. قیفاووسی‌ها دسته خاصی از ستارگان فوق درخشان هستند که برای بیش از یک قرن اندازه‌گیری‌های دقیقی را به ما دادند. آنها ستاره‌های ابرغول با درخششی حقیقی هزاران برابر بزرگتر از خورشید هستند. علاوه بر این، آنها در طی چند هفته ضربانی از درخشندگی دارند، یعنی منبسط و منقبض می‌شوند. هرچه این دوره طولانی تر باشد احتمالاً روشن تر هستند. با اینکه مطالعه روی آنها ابزار استاندارد طلایی برای اندازه گیری فواصل کهکشان هایی با صدها میلیون سال نوری از ما است، خودگامی حیاتی برای تعیین ثابت هابل است. اما متاسفانه ستارگان موجود در کهکشان های دیگر از دید ما در فضای کوچکی جمع شدند که اغلب کم بودن قدرت تفکیک ما پیدا کردن آنها را از همسایگان دیگرشان سخت می کنند. امروزه ما توانسته ایم با داشتن ابزارهای فوق پیشرفته خود اطلاعات ارزشمندی را از سرعت گسترش کیهان به دست بیاوریم. این نمای باشکوهی از کهکشان NGC-5584 است که به وسیله ترکیبی از داده‌های دوربین فروسرخ نزدیک جیمز وب موسوم به نیرگم و دوربین میدان گسترده سوم هابل به نام WFC-3 به دست آمده. NGC-5584 یک کهکشان مارپیچی است که در فاصله حدود 72 میلیون سال نوری از زمین قرار گرفته. در این کهکشان ستارگان تپنده‌ای به نام غیرهای قیفاووسی به همراه ابرنواختر نوع 1A وجود دارد که نوع خاصی از ستارگان در حال انفجار هستند. پس این کهکشان می تواند سوژه مناسبی برای بررسی ها و اندازه‌گیری های نرخ گسترش کیهان باشد. تلسکوپ هابل طی سالها رصدهای زیادی روی این اجرام خاص داشته، ولی اکنون این تلسکوپ فضایی جیمز وب قابلیت‌های جدیدی را برای بررسی و اصلاح برخی از قوی‌ترین شواهد رصدی برای این تنش فراهم می‌کند. آیا تا به حال برای دیدن نشانه‌ای که در گوشه دیدتان قرار گرفته تلاش کردید؟ چه چیزی رو نشون میده؟ چه مفهومی داره؟ واقعیت اینه که حتی با قوی‌ترین تلسکوپ‌ها هم این نشانه‌هایی که ستاره شناسان دنبالش میگردند به قدری کوچیکه که کار را خیلی سخت کرده. شاید جالب باشد، اما توجیه اصلی ساخت تلسکوپ فضایی هابل نیز حل همین مشکل بود. قبل از پرتاب هابل در سال 1990 میلادی و اندازه‌گیری های قیفاووسی بعد از آن، نرخ گسترش کیهان آنقدر نامشخص بود که ستاره شناسان هنوز نمیدانستند که جهان برای 10 یا 20 میلیارد سال انبساط داشته. دلیلش هم واضح بود. اگر سرعت گسترش رو سریعتر از واقعیت اعلام می کردند، اون وقت کیهان جوانتر و اگر این سرعت رو آهسته تر اعلام می کردند، پس کیهان پیرتر می شد.
ولی هابل وضوح طول موج مرئی بهتری نسبت به تمامی تلسکوپ‌های زمینی داشت، چرا که بالای اتمسفر بود و می‌توانست خارج از جو زمین کیهان را ببیند. به همین خاطر هم توانست رصدهای دقیقی را روی متغیرهای قیفاووسی که در کهکشان‌هایی که بیش از 100 میلیون سال نوری از ما فاصله دارند را داشته باشه و در مقابل فاصله زمانی تغییر روشنایی اونها را هم اندازه‌گیری کنه. با تمام اینها ما برای درک بهتر از قیفاووسی ها باید اونها رو در طیف فروسرخ بررسی کنیم تا بتوانیم به این شکل نور آبی که توسط گرد و غبارها جذب می شود را کنار بزنیم و نور اجرام دورتر را ببینیم. و اینجا بود که توانایی هابل در مشاهده طیف فروسرخ دقیق نبود. پس اکنون این تلسکوپ فضایی جیمز وبس که می تواند نگاه دقیق و عمیقی روی اجرام دور کیهانی داشته باشد، آن هم در طیف تخصصیش فروسرخ. حالا وب همان اجرام را زیر نظر گرفته و ما می توانیم درخشندگی واقعی برخی از این قیفاووسی ها را متوجه شویم و در مقابل آنها را با اندازه‌گیری های هابل مقایسه کنیم. ما بیش از 320 قیفاووس را در دو مرحله مشاهده کردیم و به نتیجه جالبی رسیدیم. وب دقت اندازه‌گیری های قبلی تلسکوپ فضایی هابل را تایید کرد، البته با جزئیاتی بیشتر. در ادامه نیز جیمز وب 4 ابرنواختر دیگر را مشاهده کرد و باز هم نتایج مشابهی را برای کل نمونه ها به دست آورد. حالا کهکشان مارپیچی NGC-5584 را علمی تر مطالعه کنیم. این نمودار قدرت ترکیبی تلسکوپ فضایی هابل و وب را در تعیین فواصل دقیق به کلاس خاصی از ستاره‌های متغیر نشان می‌دهد که در کالیبر کردن میزان سرعت انبساط کیهان استفاده می‌شود. ستارگان متغیر قیفاووسی در میدان‌های ستاره‌ای شلوغ دیده می‌شوند. البته آلودگی نوری ستاره‌های اطراف نیز روی درخشش آنها اثر می‌گذارد. اگر به سمت راست نمودار دقت کنید، متوجه می‌شوید که دید چشم فروسرخ وب ستارگان اطراف را با وضوح بیشتری تفکیک می‌کند. پس به این ترتیب داده‌های وب درستی 30 سال مشاهدات و رصدهای پیاپی هابل را تایید می‌کند که در ایجاد پله پایینی نردبان فاصله کیهانی برای اندازه‌گیری نرخ انبساط کیهان حیاتی بود. حالا به این نمودار نگاه کنید. در اینجا مقایسه ای از روابط دوره قیفاووسی درخشندگی مورد استفاده برای اندازه‌گیری فواصل نشان داده شده. نقاط قرمز رنگ مربوط به داده های جیمز وب و نقاط خاکستری مربوط به هابل هستند. صفحه بالایی نیز مربوط به کهکشان NGC-5584 میزبان ابرنواختر نوع 1A است که در قسمت داخلی آن الگوهای تصویری از همان قیفاووسی دیده می شود که توسط هر دو تلسکوپ دیده می شوند. صفحه پایینی نیز مربوط به NGC-4258 است، کهکشانی که با فاصله هندسی شناخته شده. مقایسه روابط دوره قیفاووسی درخشندگی در میزان اندازه‌گیری فاصله بین این دو کهکشان نشان می‌دهد که این دو تلسکوپ تطابق بسیار خوبی با هم دارند، پس داده‌ها تایید می‌شوند. اما چیزی که هنوز جواب قاطعی برایش پیدا نشده اینه که سرعت چقدره؟ اصلا چرا جهان باید با چنین سرعتی گسترش پیدا کنه؟ ما می توانیم نرخ انبساط جهان را با مشاهده تصویر دوران کودکی، تابش پس‌زمینه کیهانی و سپس استفاده از بهترین مدل از نحوه رشدش در طول زمان پیش بینی کنیم تا احتمالاً بتوانیم سرعت گسترش کیهان را به دست بیاوریم. اما در حقیقت با توجه به معیار کنونی نرخ انبساط به طور قابل توجهی از پیش بینی ها فراتر میره و این چیزی است که آن را تحت عنوان تنش هابل مینامیم. هیجان انگیزترین احتمال اینه که تنش سر نخی درباره چیزی باشه که ما در درک خود از کیهان از دست خواهیم داد. ممکنه وجود میزان انرژی تاریک عجیب و غریبی تمام تصورات و فرضیات ما را نسبت به کیهان تغییر بده و شاید این خطاهای اندازه‌گیری باشه که باعث اشتباهمان میشوند. ما برای درک بهتر این موضوع همچنان باید به اندازه‌گیری‌های دقیق‌تر ادامه دهیم تا شاید زمانی اندکی از این همه عظمت کیهانی را متوجه شویم.